احمد عراقچی که به خاطر محکومیت در پرونده اخلال ارضی در بازداشت به سر میبرد، حالا پس از پایان دولت روحانی با انجام دو مصاحبه با خبرگزاری فارس که در آن همه تقصیرها به گردن حسن روحانی انداخته شده، برای اصولگرایان تبدیل به قهرمان ملی شده و آنها در گزارش و مصاحبه‌های مختلف سعی دارند شرایطی پیش ببرند که منجر به آزادی عراقچی شود. مرداد 96 بود که اسم احمد عراقچی در رسانه‌ها منتشر شد. آن زمان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب که همزمان با حضور وی در بانک مرکزی به سمت معاونت ارزی این بانک برگزیده شد، را کنار گذاشته و احمد عراقچی را جایگزین او کرده بود. این انتصاب در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد و بسیاری از اصولگرایان نسبت به این انتخاب اعتراض کردند. آنها معتقد بودند و حتی دکترای اقتصاد هم ندارد که بتوان سن و سال او را نادیده گرفت. به زعم آنها او با رانت عمویش عباس عراقچی به این مقام رسیده بود. البته آنها هم بیراه نمی گفتند و احمد عراقچی در خوشبینانه ترین حالت اگر پارتی نداشت، احتمالاً می توانست در یک شرکت بیمه کارمند شود و مشغول فعالیت باشد، نه آنکه تا معاونت بانک مرکزی یک کشور پیش برود. تجربیات مدیریتی احمد عراقچی نیز تا قبل از حضور در بانک مرکزی، عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی و عضویت در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز مدت کوتاهی معاونت در آن سازمان بوده که برای این مسئولیت حساس کافی به نظر نمی رسید. عراقچی مدتی هم به عنوان مدیر بین‌الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور فعالیت می‌کرده و اتفاقاً در برخی قراردادهای مهم ایران و روسیه که سفیر روسیه حضور داشته به او حق امضا داده شده است. احتمالاً تمام این مناصب هم با همان ارتباطات به دست آمده، اگر نه دلیلی ندارد فردی بدون سابقه به ناگاه به عضویت در هیئت مدیره سازمان بورس یا معاونت بین‌الملل برسد. احمد عراقچی متولد سال 57 است. او فرزند مرتضی عراقچی، تاجر شناخته شده و برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و دست راست ظریف در مذاکرات هسته‌ای بود. مرتضی عراقچی از تاجران قدیمی فرش و از اعضای اتاق بازرگانی کشور است. برادر بزرگتر او مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ایران است و ارتباط نزدیکی با بزرگان دارد. دقیقاً یک سال بعد از انتشار خبر انتصاب عراقچی، 14 مرداد 97، احمد عراقچی با حکم دادستانی بازداشت شد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در این باره گفته بود در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، پرونده 3 تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. در این مدت رسانه‌های مخالف دولت روحانی با تیترهایی مثل همه مفسدان و متهمان اطراف روحانی را بشناسید، از احمد عراقچی به عنوان متهم قطعی تخلفات مالی نام می‌بردند. در فروردین 1400 نیز سریال گاندوری آنتن رفت. شخصیتی به نام کمالی نیز به تصویر کشیده شد که رسانه‌های اصولگرا ادعا می‌کردند شبهات‌های زیادی به احمد عراقچی دارد که عمدن تلاش داشت در بازار سکه و ارز کشور اخلال ایجاد کند. پس از آن در آبان که حکم زندان احمد عراقچی هم صادر شد، بعضی فعالان اصولگرا به این مسئله اشاره کردند که سریال گاندو ریشه در واقعیت داشته و عراقچی همان کمالی سریال گاندو بود است. نمایندگان مجلس انقلابی هم بعد از صدور حکم زندان برای احمد عراقچی به این حکم انتقاد کردند و خواستار برخورد جدی‌تر دستگاه قضا شدند. مثلا فاطمه رحمانی نماینده مشهد در توییتر نوشت: احکام دستگاه قضا برای مجازات مجرمان دانه درشت بانک مرکزی صادر شد. صرفاً چند سال زندان برای افرادی که باعث برهم زدن اقتصاد کشور و ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی به میلیون‌ها هموطن شدند. با این مجازات کدام هدف تأمین شد؟ مجازات مجرم یا عبرت و بازدارندگی از جرم؟ آیا با این روند میتوان به امر مهم مبارزه با فساد خوشبین بود؟ سکانس آخر متهم بخشیده شود. اتفاق عجیب اما تغییر موضع ناگهانی رسانه‌های اصولگرا درباره این فرزند جوان است. خبرگزاری‌های مهر در گزارش مفصلی نوشته رسیدگی به تخلفات ارضی و برخی تصمیمات غلط درباره ارض در دولت 12 مطالبه جدی مردم و رسانه هاست. اما رأی صادر شده دادگاه تخلفات ارضی برای مدیران سابق بانک مرکزی 4 ایراد اساسی دارد. در این گزارش مسائلی مثل عدم توجه به لزوم وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رأی بر حسن نیت متهمان اشاره شده است.
روزنامه رسالت هم در مصاحبه با یک حقوقدان نوشته است در حالی که برای اثبات یک جرم ساده تا زمانی که از پزشکی قانونی استعلام نشود رأی ساده نمی شود، اما در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی که موضوعی تخصصی و پیچیده است، از هیچ دستگاه، مرجع کارشناسی یا حتی از ضابطان قضایی نیز استعلامی در خصوص ادعاهای مطروح در رأی دادگاه انجام نشده است. نکته جالب اینجاست که در این 4 سال احمد عراقچی تنها 2 بار و هر 2 بار فقط با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده که مصاحبه دوم بعد از صدور حکم بوده و احمد عراقچی سعی کرده تصمیمات حسن روحانی را مقصر وضعیت ارضی کشور معرفی کند، مصاحبه‌ای که محل آن مشخص نیست. احمد عراقچی در این مصاحبه گفته جدای از آثاری که این رأی بر شخص بنده و خانواده‌ام داشته و قصد ندارم در اینجا وارد آن شوم، این رأی از 2 بعد داخلی و خارجی می‌تواند آثاری داشته باشد. از جهت داخلی، وقتی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها می‌بینند مدیران سابق برای تصمیمی که با قصد مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده و در آن سوء نیتی نداشتند و مالی هم تلف نشده است مجرم شناخته می‌شود، جرأت و جسارت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند و هر چقدر هم که تشویق به اتخاذ تصمیم و اقدام سریع شوند اثری نخواهد داشت. از جهت بین‌المللی، این واقعیت که رئیس و معاونان بانک مرکزی در داخل کشور خود و به موجب حکم دادگاه داخلی و بدون هیچ سوء استفاده شخصی متهم به پولشویی و قاچاق ارز می‌شوند، کشور را در مجامع و دعاوی بین‌المللی در موضع ضعف قرار خواهد داد. فراموش نکنیم که اینها دقیقاً همون اتهاماتی است که آمریکا و اخیراً برخی کشورهای منطقه علیه بانک مرکزی و نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و مدیران آنها مطرح کردند. لذا جای نگرانی وجود دارد که خدای نکرده تجربه تلخ برخی پرونده‌ها در این مورد تکرار نشود و بهانه‌ای به دشمنان خارجی جهت ضربه زدن به منافع ملی ندهند. به نظر می‌رسد اصولگرایان بعد از دولت روحانی هم رفقای خود را فراموش نکردند و حالا باید به شکلی از آنها دلجویی کنند. رپورتاج آگهی‌های اینچنینی در رسانه‌های امنیتی برای احمد عراقچی یکی از همین موارد است و این سوال را پیش می‌آورد که اگر از ابتدا بازداشت عراقچی غلط بوده، چرا رسانه‌های امنیتی اصولگرا تا این اندازه یقه چاک دادند و از اقدام به موقع دستگاه قضا حمایت کردند؟ اگر اقدام درست بوده و آن زمان هم از آن حکم دفاع کردند، چگونه است که الان با انجام چند مصاحبه با محوریت انداختن تقصیرها به گردن روحانی به ناگاه آب توبه بر سر عراقچی ریخته شده و اکنون این خط پیش برده می شود که عراقچی بیگناه است؟ روحانی بهتر از هر کسی می تواند از خودش دفاع کند و انقدر در این کشور نفوذ دارد که نیازی به گزارش یک رسانه نداشته باشد. اما اینکه با تغییر دولت و استقرار یک دست اصولگرایان نحوه مواجهه با فساد اقتصادی تغییر کرده و احمد عراقچی پس از انجام 2 مصاحبه با فارس و نقد روحانی به قهرمان ملی تبدیل شده، جای سوال دارد. توهین بی‌شرمانه بهاره رهنما به 60% مردم ایران که حکومت آنان را به زیر خط فقر برده، در حالی که برخیشان به جای 30 سال 40 سال شرافتمندانه خدمت کردند، اما مزدوری و خودفروشی مانند بهاره رهنما نمی کنند. بهاره رهنما در ویدئو می گوید هر کسی که بعد از 30 سال نتواند زندگی خوبی داشته باشد بی دست و پاست. آیا در سینما و تلویزیون آنان که شرافت و عزت داشتند و خودشان را نفروختند شرایط بهاره رهنما را دارند؟ دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.